من دارم راجب توبا حرف میزنم. باور نمی کنی؟ همیشه بهت گفتم دقت کن به اطرافت، دقت کن دختر، دقت کن توران عزیز. هوشنگ، تو من همیشه بهت گفته بودم که پشت سرت هستم، یادته که؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ حرف زدن تو این لحظات مهم بسیار سخت و دشواره. من کمکتو میکنم، معرفی میکنم، جناب آقای هوشنگ بدی، نامزد محترم شما و دوست عزیز و بسیار صمیمی من. متوجه شدی توران؟ ساکت شو، گفتم اینجا چی کار میکنی؟ حرف بزن، خواهش میکنم. میدونی من در حقیقت صادق باش دوست عزیز، صادق باش. گفتم ساکت شو. آروم باش عزیزم، تقصیر خودت، تو نخواستی با حقیقت اونطوری که هست روبرو بشی. نه نه، باورم نمیشه، دروغه هوشنگ، بگو دروغه. من به دوست عزیزم قول داده بودم که کمکش کنم، یعنی با این اتفاقی که جسوی دزوله امونمو متاسف. خدای من چه بلای سرمون اومده، باورم نمیشه. حالا چی توران عزیز، متوجه شدی کجا ایستادی؟ خفه شو. ببین توران، گفتم خفه شین هر دوتون. دستتون رو میکنم، بیچارتون میکنم، نمیذارم آب خوش از گلتون پایین بره. وای به حالت اگه یه مو از سر تو بره. لازم نبود اینقدر خشن باشی. این ضربه در مقابل ضربه که تو زدی هیچه. اینقدر دل نازک نباش، کمک کن ببریمش پیش اون یکی. بعدش من میرم، یعنی باید که برم. حیف شد، با تو راحت کار میکردم، دلم برای تعیین میشه. این دختره باز خرمون کرده. گمون نکنم. ما هم صبر کردیم، بعد نشونی مخفیگاه توبا رو میگرفتیم، خودمون به نوبه ما میستادیم به پا. حرفا فعلا فایده ای نداره، اجالتا دختره رو بردن. همه این آچه از گور اون ابراهیم خان لعنتی بلند میشه. باید ببینیم چی کار باید کرد. دیگه نباید کتا اومد. یوسف آله، سب کن تا از این توران خانم خبری بشه. منم فکر نمی کنم دروغ گفته باشه. اجالتم باید سب کرد. شب همینجا بهتون میگم چیکار باید کرد. میتونم منم باهاتون بیام؟ نه، یعنی دست رو دست بذاریم؟ باید با چشم باز قدم برداشت. انشالله تو فرد و صبح چشم هممون باز میشه. خیال تخت باشه. Thank you.
خوش اومدی. چه خبر شده؟ هیچی، فقط خواستم بگم که با قطار دارم. آخه ابراهیم خانه دیگه زرنگتر از این حرف هست. آدم گذاشته توی ایسکار آهن، چی کار کنم دیگه؟ دلم واسه سهمم میسوزه. پس خوب شد سهمتو ندادم. برو جنوب، همون طرف ها گم و گور شد، یا برو اون برا. رسیدم اونجا سهمتو میفرستم. سهم من ندی نمیرسی اونجا. آخه دوست ندارم که با رفقای خوبم اتفاقی بیفته. برای اطمینان خاطر بهتر یکم دست و جیبت بکنی و یه ماشین بخری. داری که، یه راننده استخدام بکن. با ماشین شخصی بری راحت تری. از بیراهه برو، جاهای عمومی هم وای دست. قرارمون کجاست؟ چیه بابا اومدم؟ اومدم بگه سر آوردی؟ ببرم میخوام بگو مشارده میگه بیادم در کارش دارم. سلام علیکم. سلام علیکم، همین که گفتم برو بشه بود. چشم دلا هرنی. چشم آقا ماشاءالله. آقا ماشاءالله. به آقا ماشاءالله، سالار محله خوش اومدی. فکر میکردم دیگه بعد از 20 سال همدیگر رو نبینیم. میگفتی یه گاوی گوسفندی چیزی قربونی میکردم. واقعا قدم رنج فرمودید، خیلی ممنون. بیشتر از 10 بار پیغون فرستادم که با فروختن رزق روزی مردم پر رو پر نگذار، اما تو گوشت نرفت. شما دیگه چرا آقا ماشاءالله، شما دیگه چرا؟ دو نفر اومدن یه لغازی خوندن، شما دیگه چرا باور میکنید؟ شما که مردم بهتر از من میشناسید. پشت عیون جماعت حرف و حدیث زیاده. خبرشی که خودت تو روزنامه دادی که چند کامیون آرد احتکاری رو دزد برده. ببین آقا ماشاءالله، من شما رو مهمون خودم میدونم، وگرنه کم دلم پر نیست از دست کارهای شما. تازه میدونم که با آقا دزدم هشت و نشت داری. خیلی زرنگی، طول تفسیرش نمیدم. خوشگاه به من بدی نکردی، ولی به خلق خدا چرا؟ از کاراتم خبر دارم، از فروختن رزق روزی مردم به اجنبی گرفته تو چشتاش و ناموس مردم. دنه شد آقا ماشاءالله، دنه شد. به تیاد ندادم که تو حرف بزرگتر حرف نزنی؟ اشاره کنم چند تا جوان سینه چاک دودمان تو به باد بدن. حق مردم چیزی نیست که بشه بابتش کدام. شما که دستت پره، چرا عارض نمیشی؟ به کی؟ به کدوم عدالت خونه این عارض بشم که گوشاش کر نباشه و چشماش گور و بنده ای پول حروم تو؟ خیلی داری تو میره آقا ماشاءالله، تو میری. باد اتمام حجت میکنم ابراهیم. گوش کردی؟ توبا میشناسیش؟
همون دختری که حق خودشو فامیلشو بالا کشیدی، اگه تحویلش ندی یا خدای نکرده یه مو از سرش کم بشه، دماری از روزگارت بکشم که تو داستانها بنویسند. تا فردا صبح مهلت داری. ماشاءالله خان. آقا ماشالله. چی میگی بنده خدا؟ یه عرض خصوصی داشتم آقا ماشالله. بیا جلو بگو. چی میخوایی بگی؟ کارتو بکن، وقت تنگه. من نه. چرا صورت بسی؟ آقا ماشالله، چرا جوابمو نمیدی؟
توکل به خدا کن. رو سر به نه به بالین، تنها مرا رها کن. ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. آقا ماشالله، آقا ماشالله، به خدا اومدم با هم تو مسجد نماز بخونی. آقا ماشالله، دوست داری بازم یتیم شه؟ آقا ماشالله، تو رو خدا. آقا ماشالله، چی شده علی؟ عمو علی چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ حرف بزن. ماشالله. آقا ماشالله. آقا ماشالله چی؟ کشتنه. کجا که؟ کجا سنا؟ آقا بیلا خانوم، تو را خانوم، تو رو خدا بیدارشین. تو را خانوم، منم توبا. سرم داره میترکه. شما رو دیگه برای چی گرفته؟ الان چه وقتیه؟ وقت سحره. وقت زیادی نداریم، باید عجله کنیم. تورا خانوم، نامزدتون اون آقایه، اون من آورد اینجا. وقتی دیدم کشون کشون آوردتون اینجا جا خوردم. آخه شما دیگه چرا؟ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آقا فرج، مردم دسته دسته دارن میان، مثل توپ توی شهر صدا کرده. بهتر حج سریعتر مراسم تشکیل شروع کنیم. ترسا ماشالله جلوی مردم رو بگیرم. کی میتونه جلوی سید این جمعیت رو بگیره؟ آقا ماشالله کم کسی نبود، یه شهر دوستش داشتم، هممون یتیم کردن. الشمس والقمر بالحسبان، والنجم والشجر يسجدان. یوسف بیا، بیا. سلام عزیز. علیکه سلام، چقدر دنبالت گشتم. باید برم. کجا؟
از وقتی که علی گفت کار اون جلال سردابی نامرد بوده تا همین حالاش هم زیادی صبر کردم. عزیز تو رو خدا کاری نکن که پام بلرزه. انتقام خونه آقا ماشالله واجبه، تو بارم نجات بده، الهی عاقبت به خیر شی. حلالم کن عزیز، کم اذیتت نکردم، کم آزارت ندادم، جوونی بود و خامی، الهی قربونت برم، حلالمون کن. ما رفتیم. سب کن یوسف، از خر فرجم با خودت ببر. کاری که خودم شروع کردم خودم هم باید تمومش کنم. یوسف برو مادر، برو به خدا سپرده، برو. علی علی نفهمید چه دردی تو سینمه. وقتی پدرم از دست دادم، پدر تو شد تنها همدمم. زمانی که ابراهیم خان خبر آوردون گم شده، نمیتونی چه حالی شدم، انگار دنیامو رو سرم خراب کردن. همیشه ازش متنفر بودم، همه عمرم. اون یه ساعت بود بین من و مادرم، خودشون مثل بختک انداخت تو زندگی ما، همه چی ما ازم گرفت. مادرمو، خانوادمو، حتی عشقمو. تورا خانوم، آقا یوسف شما رو دوست داره، مگه نه؟ وقتی از شما حرف میزد حسودی میشد، ولی شما کار خوبی نکردی، باش بد کردی. متاسفم بابت همه بلایی که سرت اومد. متاسفم، همیشه دلم میخواست یه خواهر داشتم درست مثل تو. کاش زودتر پیدات کرده بودم. نمیذارم ابراهیم خان دستش به تو برسه. مگه میتونه؟ با همین ناخونم چشاشو در میارم. تو اونو نشناختی، فکر میکنی همه فکر و ذکرمون رسیدن به تو و چهار تا کیسه گندمه. نه، اون آدم فروغیه، شاه میارن و شاه میبرن بدون اینکه آب از آب تکون بخوره. اما این دفعه کور خونده، من باید نجاتت بدم. من نجاتت میدم. آخرش چی؟ خدایا عاقبت ما چی میشه؟ دیر اومدی.
دیر اومدی آقا یوسف. نگو یوسف، بگو اسرائیل. بازم که خواب نما شدی؟ چیه صدات انداختی پس گردنت؟ گردنت کلفته یا صدات قشنگه؟ گردنتو میشکنم. نکنه مثل من خوابای بد دیدی. آره خوابای بد دیدی. خواب مرگ تو رو دیدم. ای دمت گرم. چرا جلال؟ چرا؟ چیا چرا؟ خودتو به خریت نزن. دیدن آقا ماشاءالله رو زدی. آره زدم، کشتمش. و پیرمرده مرده. حالا میخوای چی کار کنی؟ خونه تلال شد. بگو دستور کی بوده و الا میکشمه. میگم و غیرت کن بکش. حالم بده یوسف، خیلی بده. من خیلی آدم کشتم، اما این دفعه فرق میکنه. داغی خونش داره دستامو میسوزونه. تعریف کن. همه هی زیر سر ابراهیم خانه. ابراهیم خان بود که گفت دختر از خونه تو بداسی. توران چی؟ تورانم خونه بود؟ گوون نکنم. ابراهیم خان خیلی بی‌پروا بود. نه توران نبود. اونم رفته پیش نامزدش هوشنگ. هوشنگ بدی؟ علومی میگفت یه ماشین خریده. داری چرت و پرت میگی؟ بذار خبر مرگم بگم دیگه. یه ماشین خریده، بس نشسته توش تو محله اولاجان زیر گذر آسانسوسکی. رفتم جلو، اینم چه مرگشه؟ دست کرد تو جیبش، یه چپ پول بهم داد. گفت نزنی ها، اگه لالونی بگیری قبل از رفتنم یه چپ پول دیگه بهت میدم. یه چپ پول. ولی چه فایده آقا یوسف؟ چه فایده؟ یوسف! آبیدم آدم مرده.